سلام به همگی، میسیز ریپورتر هستم. لطفاً امروز هم با ما همراه باشید و ما رو بشنوید. امروز میخوایم راجع به بازیگرانی که به خاطر فساد در سینما و تلویزیون بیکارن با شما صحبت کنیم. لطفاً همراه ما باشید. فساد در سینما و تلویزیون، مافیا در سینما و تلویزیون، انتخاب بازیگر در مهمانی ها و دوره همی های تهیه کننده ها، پیشنهادهای غیر اخلاقی و هزاران گلایه دیگه حرفایی هستن که این روزا از زبان بعضی از بازیگرانی که در صحنه ها بودن و حالا دور ماندن و پیشنهاد بازی نداشتن شنیده میشه. اونا که ادعا دارن تمام بیکاریشون به خاطر بی اختلافی ها و بی اخلاقی های عرصه هنر است و نه آن چیزی که شاید نامش رو تلاش یا شایستگی کمتر میشه گذاشت، بازیگری که اغلب در روزگار اوضاع اقتصادی خوب تلویزیون و با سریال های 90 قسمتی چهره شدن، اما حالا و در دوران رکود و بی پولی صدا و سیما به بن‌بست خوردن و دائم این بیکاری رو به همه چیز ربط میدن و غر میزنن، از بی اخلاقی میگن و دلیل بیکاریشون رو تنها و تنها نگفتن به پیشنهادهای غیر اخلاقی تهیه کننده ها ذکر میکنن. در این میان اما بعضی از بازیگران هم هستن که از این غر زدن ها آشفته میشن و مثل رویا تیموریان میگویند این مسائل مثل مسائل خانوادگی که باید درون خانواده سینما و تلویزیون حل بشه و نباید به بیرون درس پیدا کنه. یا مثل ستاره اسکندری از همکاران گله و شکایت داره که بازیگران تا وقتی که سر کار هستن و شرایط خوبه اعتراض نمی کنن، اما به محض اینکه بیکار میشن شروع به غر زدن میکنن و حرفای عجیب و غریب میزنن که فساده و سینما و تلویزیون فساد داره و کلی چیزای دیگه. اما پرستو صالحی، او اولین نفر بود که درباره بی اخلاقی های بعضی از تهیه کننده ها نوشت و به مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ها انجام داد جرقه اعتراض ها و انتقاد های این چنینی رو زد. بازیگر سریال زیر آسمان شهر در فروردین سال 91 در فیسبوکش نوشت به یک تهیه کننده سرشناس از سر درد و دل گفتم دلم یه کار طولانی میخواد. گفت اونی که بهت کار طولانی بده حال خوبی میخواد. حال طولانی میخواد. من هنوز ایمان دارم که تو هنر هستم. انسانهایی که بی درخواست و نیاز و چیزهای دیگه فقط و فقط به کارشون فکر میکنن موفقن و متاسفم از وجود کسانی که هنر پاک آریایی رو با ناحیه ده قدیم تهران اشتباه گرفتن. پرستو صالحی پس از این نوشته دیگه در فیلم و سریالی دیده نشد. اون پیش از اون بازی در فیلم‌های کارگردانی مثل بهمن فرمان آرا، مسعود کیمیایی، فرامرز غریبیان در سینما و قاسم جعفری، حسن هدایت، جواد رضویان، مهران غفوریان در تلویزیون کارنامه‌اش رو پر کرده بود. اما می‌شنویم از فقیه سلطانی، موج جدید صحبت درباره مافیا و فساد بعد از خروج بازیگر درجه سومی مثل صدف طاهریان از کشور شکل تازه‌ای به خود گرفت. این بازیگر که با بازی در نقشه فرعی بعضی فیلم‌های تجاری به عرصه بازیگر معرفی شده بود، بعد از خروجش از کشور درباره پیشنهادهای غیر اخلاقی در فضای سینما و تلویزیون ایران به بازیگران زن گفت. پس از او فقیه سلطانی، بازیگر سینما و تلویزیون، با تایید بخشی از سخنان صدف طاهریان نوشت: خانم صدف طاهریان، حرفای شما در مورد عده زیادی از دست‌اندرکاران سینمای ما متأسفانه کاملا درست و مورد تاییده. بازیگر فیلم صورتی پس از این پست بیکار نشست و نامه‌ای رو به امضای 30 نفر از بازیگران زن تلویزیون رسیده بود منتشر کرد. نامه‌ای که ماها قبل برای مدیران ارسال شده بود، اما تا زمانی که در یک روزنامه منتشر نشد اثری نداشت. بعد از انتشار این نامه، اصغر پورمحمدی در جلسه با این بازیگران برای حل مشکلات اونا قول‌های مساعدی داد. السا فیروزآذر که بازیگری رو از 7 سالگی با بازی در
فیلم‌های خاله اش تحمیل میلانی آغاز کرده بود، غیر از میلانی تنها با قاسم جعفری، علی عبدالعلیزاده و ابوالحسن داوودی همکاری کرده بود. اون در گفتگوی درباره بی اخلاقی در فضای سینما گفت: با عده بسیاری از کارگردانانی روبرو هستیم که به جای اینکه بازیگران شایسته رو در تئاتر و فیلم‌های شایسته و کلاس‌های آموزشی جستجو کنن یا حداقل با تست گرفتن و آگاهی از استعداد افراد اونا رو شناسایی کنن، در محافل و مهمونی‌ها دنبال کشف بازیگرا هستن که مسلماً به این بی اخلاقی دامن می‌زنن. ساناز سماواتی، این بازیگر که مدت هاست در فیلم و سریالی دیده نشده، درباره علل این کمکاری میگه: اوضاع الان با 20 خورده ای سال متفاوت شده. من با تحصیلاتی که داشتم با دینه حرفه شدم و الان شما میبینید یک شبه آقا پسر یا یه خانوم یا پول میده نقش رو میخره یا با حضور در مهمونی ها و پارتی ها وارد پروژه ها میشه. مرجان محتشم نیز از دیگر بازیگرانیه که خودش رو از حرفه بازیگری کنار کشید و میگه از طریق طراحی داخلی امرار معاش میکنه. بازیگر سریال پربیننده پس از باران در این زمینه میگه: محبوبیت بین مردم چیزی نیست که بتونیم به راحتی اون رو به دست بیاریم، ولی متاسفانه برخی ستارگان به دلیل ابزار شدن و ارتباطات غیر اخلاقی که باعث شرمندگی و تأسف محبوب شدن، که به اعتقاد من این محبوبیت نیست. سبا کمالی نیز چندی پیش در اعتراض به وضعیت حال حاضر سینمای ایران از فعالیت‌های هنری انصراف داد. این هنرپیشه سینما گفت: من وقتی وارد این عرصه شدم شرایط خیلی محترمانه تر بود. اوضاع هنر نسبت به چند سال اخیر چه از نظر مالی و چه از نظر اخلاقی خیلی بهتر بود، ولی چند سالیه که شرایط به گونه ای دیگر است. امیدوارم شرایط درست بشه، اما باید بگویم که من بابت هر جواب ردی که به پیشنهاد وقیحانه تهیه کنندگان داده ام، آنها مرا 5 سال به عقب پرت کردند. یک مشت موجودات حقیر که اسم دیگری را روی آنها نمیتوانم بگذارم. اما شاهرخ استخری، بازیگر سریال دلنوازان، از معدود آقایان بازیگر است که درباره این مسائل حرف زدیم. او که کارش را با بازی در چند فیلم و تلفیلم آغاز کرد و سپس با سریال تلویزیونی دلنوازان به شهرت رسید، درباره ابتذال در سینما گفت: خیلی از جا دعوت شدم که نرفتم. اگر می رفتم شاید بد هم نمی شد. انقدر این حاشیه ها را بلد هستم که همین الان یک بازیگر جوانی که اول راهه و حاضر هر کاری بکنه به من نشون بدید تا به اون بگم چی کار کنه تا بتونه ستاره سینما بشه. خیلی هم نیاز به استعداد نداره، شاید یه خونه مجردی به کارش بیاد. خب عزیزان دلم، عزیزان جانم، دوست داشتیم این خبر رو برای شما بخونیم. خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید و همراه شدید و ما رو شنیدید. ما رو سابسکرایب کنید توی یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک هم همراه ما باشید. یادتون نره کلی دوستتون داریم. مراقب دلاتون باشید.